از دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگویی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، آقای دکتر بفرمایید که نظر شما در رابطه با گزارش عفو بین الملل چیه و آیا واقعا راهکاری برای پاسخگویی کردن طالبان در مقابل اقدام هایی که انجام می دهد وجود داره؟ بفرمایید. آقای دکتر یاسا، من متوجه هستم. آقای دکتر یاسا، سوال من را متوجه شدین؟ من صدای شما برای یک چند لحظه را در نشنیدم، شما لطفاً دوباره تکرار بکنید. بله، خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر بفرمایید که نظر، ضمن عرض سلام خدمت شما، آقای دکتر نظر شما در رابطه با گزارش عفو بین الملل چیه و آیا واقعا راهکاری برای پاسخگو کردن طالبان در مقابل اقدام هایی که انجام میده وجود داره؟ بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، همکاران عزیز شما و بینندگان و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. ممنونم. در رابطه با این گزارش شما که گزارش خیلی جالب بود، تشکر میکنم از شما و از سازمان عفو بین الملل که همچنین یک گزارش دقیق پخش کردن و واکنش شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و همه جریانایی که اونا با طالبان مخالف هستن، اونا هم تایید کردن گزارش ها را، گزارش هایی که با ما میرسه اونا هم همانندی از این گزارش هاست، گزارش بسیار دقیق است. اما ای انتظاری که طالب که خودشان فی نفسه یک گروه منفی هست و یک از عملکردهایشان معلوم میشه که اونا به هیچ گونه ارزش های انسانی و اسلامی پایبند نیستن، از اونا این انتظاری که اونا گویا همه طرز حکومتداریشان را تغییر بتن یا ایه که در مقابل نصف جامعه افغانستان، نصف پیکره ای از بدن جامعه افغانستان که عبارت از زنان است، در مقابل از اونا روی کردشان تغییر بکنه، فکر میکنم یک انتظاری ناحق است. طالبا اصلا تن نمیته به هیچ نوعی از تقاضایی که از روی جهانیان و مردم افغانستان صورت میگیره، اونها اصلا پایبند به ارزش های انسانی نیستن. بله، با تشکر از دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی که از مونیخ دعوت ما رو پذیرفتند.